بعزت هشم، شیور 15 دقیقه ای امروز برای ایلوی نشامای ایمانوئل بن یوسف و الیاهو بن اونر اختصاص داره. ما در شیور قبلی در مورد قوانین خلهمائد صحبت کردیم و تأکید کردیم که ایام خلهمائد ایامی هستن که بین یومتوفهای اول و یومتوفهای آخر موعد سوکا و پسخ هستن و تقدس اونها چیزی بین خل و قدشه، به این معنا که نه کاملا قانون خل دارن روز معمولی و نه کاملا قانون قدش یعنی یومتوف، و بعضی از کارها در اونها ممنوعه و بعضی حالت ها هستش که مجازه. به عنوان مثال داوار هاود، یعنی چیزی که باعث ضرر مالی میشه، در این ایام انجام دادنش مجازه. یکی از موارد دیگه، کارهای دیگه‌ای که مجازه، اخل نفش هستش، یعنی هر چیزی که برای تهیه کردن خوراکی برای ایام خلهمائد استفاده میشه، یعنی از پختن غذا گرفته تا حتی اگر نیاز آرد کردن گندم، در ایام قدیم به خصوص این اتفاق می افتاده وجود داشته، و حتی درست کردن و تعمیر کردن وسایلی که با اون خوراکی آماده میشه. مثلا اگر کسی فرض کنید یخچالش خراب شد، مجازه که اون را در ایام خلهمائد تعمیرش بکنه. با وجود اینکه کارهایی که انجام میشه کارهای مشکلی هستش و معصه اومانه، یعنی فقط فردی که حرفه‌ای باشه میتونه اون کار رو انجام بده، و یا اگر اجاق گازش خرابه مجازه که این کار رو بکنه، تعمیرش بکنه، و یا فرض کنید لوله کشی و شیر سینکش خرابه، در ایام خلهمائد مجازه اون رو تعمیر بکنه، چون همه اینها ارتباط دارن با اوخل نفش، یعنی خوراکی و هر موضوعی که با لسورخ اوخل نفش، یعنی برای نیاز اوخل نفش و درست کردن خوراکی ارتباط داره با تهیه مواد غذایی، مجازه که اون را در ایام خلهمائد انجام بدیم. و مسلماً خرید مواد خوراکی برای ایام خلهمائد مجازه، و در ایام قدیم که حتی باید هیزم میشکستن مجاز بوده که درخت قطع کنند و هیزم بشکنن، امروزه که همچین چیزی نیست. به عبارت دیگه، همونطور که گفتیم، هر موردی که ارتباط با اوخل نفش داره را میشه در ایام خلهمائد انجام داد، ولی مجاز نیست که در ایام خلهمائد ما حتی مواد خوراکی بخریم، در صورتی که در ایام خلهمائد یا یوم تو و یا آخر به اونها نیاز نداریم، بلکه فقط برای نیاز این ایامی که میتونیم مواد خوراکی بخریم. ولی مثلا فرض بفرمایید کسی که گوشت برای این ایام و یوم توای آخر داره و میخواد برای بعد از موعد، نه برای نیاز موعد بلکه برای نیاز بعد از موعد بخره، نمیتونه این زحمت رو در موعد، در ایام خلهمائد بکشه و انجام بده، چون این ارتباطی با خود ایام خلهمائد و یوم تو نداره. و همینطور در مورد خریدن لباس، نه فقط مواد خوراکی، اگر ما لباس را میخواییم بخریم که برای بعد از موعد میخواییم استفاده کنیم و در ایام موعد به اون نیازی نداریم، نباید خریدن اون را در ایام موعد انجام بدیم. ولی اگر لباسی هستش که در ایام موعد هم از اون استفاده میکنیم، مجازه که اون را در خلهمائد بخریم. و اگر در مورد خریدن این قانونه، صد البته در مورد دوختن لباس، که لباسی ما دوختن لباس برای ما در ایام خلهمائد مجاز نیست و این کار را نمیتونیم در ایام خلهمائد انجام بدیم. هر کاری که برای خود ما ممنوعه که در ایام خلهمائد انجام بدیم، اون را به غیر اسرائیل هم نمیتونیم اون وظیفه را بدیم یا مأمورش بکنیم که برای ما انجام بده. به عنوان مثال، در حالتی که برای ما ممنوعه که چیزی را بنا بکنیم، مثلا ساختمون بسازیم در ایام خلهمائد، به غیر اسرائیل هم نمیتونیم این کار را بدیم. یکی از استثناهای دیگه‌ای که در مورد کارهایی که مستثنا هستن و میشه در خلهمائد انجام داد، بحث ملخت میسواس و
کارهایی که میسوه هستن و سورخ ربیم هستن، یعنی نیاز جماعت هستن. به عنوان مثال ساخت میغوه و یا تعمیرات میغوه، مثلا فرض کنید که لوله کشی میغوه خراب شده و یا دستگاه های گرم کنندش اشکال پیدا کرده یا دستگاه تصفیهش، حتی خود شخص اسرائیل هم میتونه این کار را انجام بده و اون را تعمیر بکنه، با وجود اینکه محصه اومانه، یعنی انجام اون و تعمیراتش کار حرفه‌ایه و صد البته که مجازه که به شخص غیر اسرائیل بدن که برای اینکه میغوه بسازه، چون این سورخ ربیمه و سورخ میسواست، یعنی نیاز جماعته و نیاز میسواست، بنابراین میشه اون را در ایام خول موعد انجام داد. و یا اینکه اگر در کنیسا چیزی خراب شده که نیاز به اون، این هم باز چون سورخ ربیمه، نیاز جماعته و نیاز میسواست، مجازیم که اون را حتی توسط شخص اسرائیل در ایام خول موعد تعمیر بکنیم. یکی از کارهای دیگه‌ای که در ایام خول موعد ممنوعه، نوشتن کلمات و جملات، که البته این نوشتن بیشتر به حالت خطاطی کردنه که ممنوعه، به خصوص در مورد زبان عبری. نوشتن مثل خط سفر تورا و این جزو چیزهایی که در خول موعد ممنوعه. البته اگر سفر تورا در اون چسبندگی باشه و یا حرفی هستش که یه مقدار کمرنگ شده یا ریخته، میشه اون را در ایام خول موعد اصلاحش کرد، ولی اینکه کلمه یا حرفی را به خط اشوریت، به اصطلاح اون خط سفر تورا نوشت، در ایام خول موعد ممنوعه. البته اگر که اون جماعت سفر تورای دیگری ندارن، چون این نیاز جماعت و نیاز میسواس، حتی نوشتن اون خط اشوریت، خط عبری سفر تورا مجازه. بنابراین این چیزهایی که با خط خوش باید نوشته بشه، حتی به زبانهای دیگه و خطاطی میشه، اون در ایام خول موعد ممنوعه. ولی چیزهایی که آدم دقت نمیکنه در نوشتنش، مثلا خریداشو مینویسه که چه چیزهایی خریده و به چه قیمتی، حساب کتاباشو مینویسه که معمولا با خط خوب نوشته نمیشه و اهمیتی بهش داده نمیشه، اونها رو مجازه که آدم در ایام خول موعد بنویسه، به خصوص این که این به خط عبری و اشوریت نوشته نمیشه و به خطای دیگه است و حالت خطاطی هم نداره. همچنین خیدوشه تورا، یعنی این مسائلی که به ذهن آدم میرسه در مورد تورا و پروشهای جدیدی که ممکنه به ذهن آدم برسه در مورد تورا، در مورد تلمود، اونها را با توجه به اینکه این احتمال وجود داره که فراموش بکنه، مجازه که در ایام خول موعد بنویسه، چون اینها هم داوار حاود هستن، یعنی اگر ننویسه ممکنه فراموش کنه و دیگه از یادش بره و مثل چیزی که آدم ضرر میکنه که در شیور قبلی گفتیم که مجازه که اون را انجام بده، اینها هم در نتیجه مجاز هستن. در مورد تایپ کردن، چه بر روی صفحات موبایل و یا تایپ کردن با کیبورد، با توجه به این که عملاً چیزی نوشته نمیشه، بلکه این صرفاً به صورت مجازی در داخل موبایل یا کامپیوتر قرار میگیره، ممنوعیتی براش وجود نداره. در ایام خول موعد ازدواج کردن، یعنی نیستوین، ممنوعه و علتش هم اینه که ان ماروین سیمخا به سیمخا، یعنی شادی را با شادی مخلوط نمی کنن. با توجه به اینکه در ایام خول موعد ما وظیفه شادی در به خاطر خود موعد را داریم، در نتیجه شادی دیگری را وارد اون نمی کنیم، چون باید هر کدوم از این شادی ها به صورت جداگانه مراسمش اجرا بشن و انجام بشن. بنابراین در ایام خول موعد نیسوین، ازدواج کردن و زیر خوپا رفتن، انجام نمیشه و اون را برای بعد از خول موعد انجام میدن. اما بله برون کردن و یا نامزدی، حتی اگر با سعودا باشه، در ایام خول موعد ممنوعیتی نداره.
همچنین جشن بریت میلا یا جشن پیدیون هبن، باز خرید کردن پسر بخور از و خریدنش از کوهن، در ایام خولموئد هیچ محدودیتی نداره و میشه با سودا و با جشن و شادی انجام بشه. و همینطور سودای برمیسوا یا سودای سیوم مسخت هم همین قانون رو داره و مجازه. در ایام خول هموئد به هسپد و تعنید آسور هستن، یعنی نمیشه در این ایام عزاداری کرد، نمیشه در ایام خول هموئد تعنید گرفت، به خاطر اینکه ایام شادی هستن و قدوشایی دارن. اما خوندن هشکاوا برای افرادی که از دنیا رفتن مجازه و هیچ محدودیتی در این زمینه نیست. در ایام خول هموئد تفیلین نمیبندیم، به خاطر اینکه این ایام قدوشایی دارن، خودشون تقدس دارن و خودشون اوت هستن، نشانه هستن و بنابراین نیازی به نشانه تفیلین ندارن. به خصوص اینکه به جای تفیلین میسواهای مخصوص خودشونو دارن. مثلا در ایام سوکا درسته که ما تفیلین نداریم، ولی اربعت مینیم، یعنی اتروگ و لولاو و بیدو حدثی که با هم گرفته میشه و هر فرد اسرائیلی موظفه که براخا بگه بر اونها و اونها رو بگیره، در مورد اون در ایام سوکا این میسواره داریم. در کل ایام خول هموئد سفر تورا خارج میشه و اون قربانی هایی که مخصوص اون ایام خونده میشه. در تفیلای لخش باید حتما قسمت یعله و یاوو خونده بشه در براخای رتسه و میگیم بیوم خیک هسوکوت هزه، بیوم میغراغودش هزه، یا در موعد پسخ میگیم بیوم خیک همتسوت هزه، بیوم میغراغودش هزه. و اگر کسی فراموش کرد که در تفیلای لخش یعله و یاوو بخونه، در صورتی که تفیلا رو پایان نداده باید برگرده به قسمت رتسه و دوباره از اونجا بخونه و یعله و یاوو رو بگه. و اگر تفیلا رو پایان داد، یعنی یولراسونیم رفی دومی ها گفت، با وجود اینکه هنوز اوس شالوم را نگفته و به عقب برنگشته، در چنین حالتی باید برگرده و از ابتدای تفیلا دوباره لخش را بخونه. و همچنین باید دقت کرد که تفیلای مصاف در ایام خول هموئد برای آقایون واجبه و باید حتما بخونن، ولی خانم ها از خوندن تفیلای مصاف معاف هستند. در برخای بیرکت همازون هم باید یعله و یاوو گفته بشه. البته اگر که کسی در بیرکت همازون یعله و یاوو را فراموش کرد، اگر هنوز برخای بونه یروشالایم را نگفته، باید برگرده و یعله و یاوو را بخونه. ولی اگر که برخای بونه یروشالایم را گفت و بیرکت همازون را ادامه داد، دیگه بر نمی گرده. و علتش هم اینه که با توجه به این که در ایام خول هموئد از اصل قانون ما موظف نیستیم که حتما سودا با نان بخوریم، بنابراین در بیرکت همازون که برای خوردن نون گفته میشه، اگر که آدم فراموش بکنه که یعله و یاوو بگه، دیگه بر نمیگرده. همچنین قسمت هایی که در هارخمان خونده میشه، مثل هارخمان یه زکن اولشه به سکت اروش لیویتان، که تفیلای کنشن ما را مزکی بکنه که ایام ماشیخ را ببینیم و در سوکای لیویاتان بشینیم، و یا هارخمان و یشپی آلین و شفق دوشا و تاهورا میشیبا و شپیزین ایلاین قدیشین، یعنی حق و دشبار و خو، اون شفا و فیض تقدس و تهارت را از اون هفت اوشپیزین بلند مرتبه و مقدس که هر شب یکی از اونها وارد سوکا میشن، اون فیض را به ما برسونه. اگر کسی این قسمت ها را فراموش کرد که بخونه، دیگه بر نمیگرده و نیازی نیستش که برکت همازون را تکرار بکنه، چون خوندن این قسمت ها واجب نیست و بنابراین در صورت فراموش شدن نباید برگرده. و همینطور قسمت میگدول یا شورت ملکو که ما در هر روزی که مصاف داریم
به جای مگدیل یشوت ملکو متن میگدول یشوت ملکو را میخونیم. اگر کسی اشتباه کرد و به جای اون گفت مگدیل، اشکالی نداره و لازم نیستش که برگردیم.